داستانها قرآنی به طور همیش برای ما درس میدهد شما بنیگرید ای یک ظلم تاریخی بود ظلم تاریخی از ای نگاه بود که یک مردمی در کوههای سلیمان که در مرز هند آن زمان قرار داشت که زمان از مناطق پاکستان به شمار می رود به نام اوغان یا به نام پشتون یا به نام پتان زندگی می کردن اگرچه مردمی کمی بودن و کوچکی بودن نامی همان مردم را بر بالای یک خطه بزرگ تحمیل کرده شد و نقشه های پلید استعمار چون که او مردم را دید که این مردم بیرحم او مردم بر همین خطه حاکم گردان از همان زمان تا این زمان همان مردم حاکمیت دارند. اینجا غرض تعصب نیست شما یک بار تاریخ را مطالعه بکنید و تعصب را از دیدگاه اسلام مطالعه بکنید که در حدیث سنن ابی داوود تعصب چنین تعریف شده است که انتو عین قومک على الظلم قوم خود را بر ظلم اعانت ای بکنی این را تعصب گفته می شود اگر زمانی که ظالم را محکوم بکنی را تعصب گفته نمی شود ظالم به هر لباسی که باشد از هر قومی که باشد از هر جغرافیی که باشد نام ملا داشته باشد نام عالم بر سر داشته باشد لونگی عالم بر سر داشته باشد ریش بزرگی داشته باشد ظالم ظالم است اگر کسی که ظالم را اعانه می کند و در مقابل ظلم استادگی را می کند به اندازه کتابان دارد الله عز و جل و پیامبرش از او بیزار می شوند همان طوری که در حدیث شریف آمده است ظلم های علنی که در بازارهای من و شما دیده می شود هم ریشه استعماری دارد در اسلام عزیز هیچ جایگاهی ندارد به نام مالیات در اسلام و در فقه هنفی من و شما خصوصا چیزی نیست ای هم از حلقوم فقیر کش کرده شود بزور کش کرده شود دوزی که یک چبلق را از دروازه مسجد دوزی میکنه ما او را دوز میگویم دوزی که برخانه مردم از دست طرف شب می داره ما او را دوز میگویم به افتخار گاه گاه مجرمان را دستگیر میکنیم که موبایل را زده بود این مجرم باید به با جزای جرمش بیرسد اما با لباس دولت با سلاح دولت در انظار عمومی از نزد یک مسلمانی پولش را به اکراه و به جبر گرفته می شود یکی بر چند از نظام سابق گرفته می شود این را ظلم گفته نمی شود ای خودش ظلم علنی است ظلم تاریخی است اما آغاز این ظلم از همان استعمارهای سابق شروع شده است که تا امروز هم نمی توانند که خود را از این ظلم خلاص بکنند انسان آزاد آزادانه زندگی می کند. رفاه و امنیت به این معنا نیست که ما تقطق را از افغانستان گم کردیم عامل تقطق خودمان خود 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 بودیم خودمان بس کردیم لکن مردم آراموش فکری ندارند یک نفری بیشاره اندک صدای خود را بلند بکند که این ظلم است های تیار است تاپه مقاومت تاپه دایش ترق بر بالایش زده میشه ای میگوین تاپه بعد از تاپه چاپس ببر بزن 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 که تا حتی خاصیت اینش را آباد نمان اگر یک جرمی کرده است چند جرم دیگر را بر بالایش تحمیل بکن به زوری زدن تحمیل بکن بزن و بزن و بزن. بزن تحمیل بکن کامره را در دم رویش بگذار بو که همین چیز را میگویی خوب اگر نمیگویی میکشمد او بیچاره به خاطر آن که جان خود را نجات بدهد جرم بزرگی را به زبان خودش اقرار میکند این صحنه های نه تنها آن که چشم دید بلکه به طور تواتر به منی فقیر رسیده است اگر به الله قسم بخورم نمی نمیشم که من از مرگ و از هیچ قدرتی در دنیا حراس نمی داشته باشم علنی گپ میزنم و پوسکنده گپ میزنم در مقابل ظالم هر کسی که باشد سادگی میکنم من میتوانم در فردای قیامت در محضر رب العالمین ساد شوم و ظالم هم آنجا ساد باشد و الله عز و جل من را به همراه ظالم ساد بکند و بگوید که ای عبدالشکوری بدبخت تو چرا صدای خود را بلند نکردیم